به نام خداوند دانایی ها، سلام و عرض احترام دارم معذر شما گرامیان و بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشیم و در کانون گرم خانواده قرار داشته باشیم. بیننده های عزیز، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از درس های سواد آموزی از دریچه تلویزیون معراج. امیدواریم که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. جهت انتقاد، پیشنهاد و نظریات سالم شما عزیزان میشه که با آیدی تلگرام که زیرنویس تلویزیون ها شما میشه پیام بگذاریم جهت بهبود و بهتر پروگرام و برنامه های سواد آموزی. و عزیزانی که نمیتونم فرصت ندارم از طریق تلویزیون برنامه را بیننده باشم، میشه که سر بزنم به کانال یوتیوب معراج و درس های سواد آموزی را از آنجا بیننده باشم. خب، به سلسله درس های سواد آموزی بیننده های نهایت عزیز ما و شما قرار داریم. عزیزان بیننده، خب توجه کنیم، اگر ما و شما مایل به یادگیری نباشیم و نخواسته باشیم چیزی رو یاد گیریم، یاد شما باشه که کسی دیگه نمیتونه به زور بر ما بقبولانه ما چیکار کنه، وادار بی کنه که ما باید باسواد شیم و خواندن و نوشتن رو یاد گیریم، کسب علم و دانش کنیم. و اگر ما و شما خواسته باشیم که باسواد شیم، کسی نمیتونه موانع سر رای ما و شما قرار ده. یاد شما باشه که بعضی عزیزا که شروع میکنن درس خواندن و نوشتن، مخصوصا سواد افراد اشخاصی که کمی سن بالایی دارن، همیشه گپ های منفی برای آنها گفته میشه که تو یاد نمیگیری و تو نخون و نمیفهم سن سالی از تو گذاشته. این موارد یاد شما باشه که هیچ دقت نکنیم، آموختن دیر نیه. همین حال ما و شما اقدام کنیم، میتونیم خیلی خوب یک باسواد بسیار خوبی به جامعه تقدیم شیم. پس تا زمانی که ما و شما زندگی میکنیم، سعی بر آن داشته باشیم که چیزی تازه یاد بگیریم که در زندگی ما و شما استفاده شه. یک انسان موفق در جامعه و در زندگی خوب ما و شما بشیم. حالا یاد شما باشه که آموختن دیر نیه، همین امروز، همین لحظه اقدام کنیم. همین حالا کتابچه و قلم برداریم، شروع به نوشتن کنیم و به گذشته فکر نکنیم، گذشته را به گذشته بگذاریم. میشه که یک آینده بسیار جدید و روشن ما و شما با همدیگر آغاز کنیم و یک پایان جدیدی داشته باشیم، زندگی خود بهتر و منظمتر رقم بزنیم و یک باسواد بسیار خوب در جامعه تقدیم شیم. هیچ کار ناممکن نیه، کم ما و شما باید مشکلات متحمل شیم، انشاءالله یک باسواد سیار خوب و جامعه به جامعه خود تقدیم میشیم. در این قسمت از برنامه سواد آموزی ما و شما یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره بر میگردیم، پای تلویزیون رو نشسته باشیم، تلویزیون کانال نزنیم، که ادامه حروف نیمه رو با همدیگر میخونیم، مینویسیم، تکرار میکنیم که خوب قشنگ یاد گیریم. سواد آموزی نمادی از مشارکت انسان در ساختن هدفها و ایجاد محیط و شرایط مناسب زندگی است. بیننده های گرامی، خوش آمدیم به ادامه برنامه سواد آموزی. امید است که حتما کارخانگی خود انجام داده باشیم و با هم دیگر به برنامه میریم، ادامه حروف نیمه را می نویسیم، تمرین میکنیم که قشنگ یاد گیریم. اگر یاد شما بوده باشه، ما تا کدام حرف جلسه قبل کار کردیم و نوشتیم؟ تا به حرف تا و زا. امروز انشاءالله میریم از حرف عین و قین شروع میکنیم به نوشتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما حرف تای نیمر نوشتیم، حالا میریم به همدیگر حرف عین نیمر می‌نویسیم. خیلی خوب متوجه باشیم، اینه از این قسمت شروع میکنیم، ای ا به زی حالت ختم میکنیم، درست شد؟ این میشه عین نیمی ما و شما. یک فاصله میدیم، بعد از این باز حرف بعدی خود تکرار می‌نویسیم. اینه این حرف
اگه خودتر هم بنویسیم مشکل نداره. حرف بعدی ما با شما کدام حرف؟ حرف قینه. اگر خط کتابچه شما شاگردای نایت عزیز تصور کنین که به زی حالت بیاییم قینه بنویسیم، ای اشتباهه. یا به زی حالت بنویسیم کاملا اشتباهه، یا به زیر خط بنویسیم اشتباهه، یا از خط کمی فاصله بدیم اشتباهه. چی فرق نمیکنه که عین باشه یا حرف قین باشه؟ درست شد. پس منظم اینه. اگه کلانتر میخواستیم بنویسیم اینه به زیالت مینویسیم، اگر خواسته باشیم خودتر و کوچکتر بنویسیم اینه، دقیقا بر روی خط خود. درست شد. چی حرف عین خواسته باشیم چی حرف قین، چون عین و قین هر دو یک چیزه. اگر یک نکته بدیم ما و شما قین میشه، اگر نکته نگذاریم حرف عین ما و شما. اینا یاد شما باشه که طریق نوشتن اینها کاملا اشتباهه. پس حرف عین ما و شما حرف قین. حرف بعدی ما و شما کدام حرف شاگردای عزیز؟ بعد از قین کدام حرف قرار میگیره؟ ف دیگه. درسته. این حرف ف ما و شما دقیقا روی خط مینویسین. حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ حرف بعدی هم حرف قافه. درست شد. این حرف قاف خورم عین ف به زی شکل مینویسیم. حالا میاییم به زینجگا شکل‌های اشتباه اینا رو می‌نویسیم که شما کوشش کنیم که شکل‌های اشتباه رو ننویسیم، به کار نبریم. اینه با رنگ آبی می‌نویسیم. اگر بیایم شما فرعیت بنویسیم، نکته رو بدیم که ف خونده نمیشه، حرف و خونده میشه. اگر ای حالت بنویسیم بازم اشتباهه. اگر بیایم مثلا ای حالت بنویسیم کاملا اشتباهه. یا بیایم بی حالت نکته روی خط بدیم اشتباهه. پس یاد شما باشه که حرف فر قشنگ بروی خط وصل میکنیم، نکترم میدیم، حرف بعدی هم دقیقا همیالت. درست شد. حالا حرف قافر میاییم، شکلهای اشتباه حرف قافر با هم دیگر تمرین میکنیم. این ببینیم حرف قاف ما و شما اشتباه، حرف قاف ایالت هم اگر بنویسیم اشتباه، اگر با پایینم بنویسیم اشتباه. پس بناهن کوشش بر این باشه که بروی خط و نیمه یله میکنیم. اینه ببینید اینا هست شکل کامل، شکل درسته حرف قاف ما و شما. عین قین ف قاف. حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ یک فاصله بین از اینا ما و شما اضافه میکنیم. حرف بعدی ما و شما حرف کافه. کدام کاف؟ کاف نیمه. درست شد. باز حرف بعدی ما و شما کدام حرف میشه؟ حرف گاف میشه. گاف نیمه. کاف و گاف شبیه همه، هم رنگ، با این تفاوت که گاف دو سرکش داره. این شش حرفی که ما و شما با هم دیگر نوشته کردیم عین و قین شبیه هم یا هم رنگ، ف و قاف هم رنگ، کاف و گاف. فقط تفاوت با اینه که عین نکته نداره، قین نکته داره. ف یک نکته داره، قاف دو نکته. کاف یک سرکش داره، گاف دو سرکش. حالا میایم شکل اشتباهی کاف و گاف را با همدیگر می نویسیم. باز میریم به سمت کار خانگی. اگر شما این حالت نوشته شد گاهی پیش شما، کوشش کنیم که این حالت تکرار نشه. مثلا حرف کاف اگر این حالت شد اشتباهه، اگر مثلا این حالت شد اشتباهه. یا بعضی بزرگوارا میایم این یک خط کلان میدم که هیچ ارتباط بینه داره، دقیقا ما همی سرکش ازی به زی وصل میکنیم. پس بناهن کوشش بر این باشه که خوب کافر منظم، هم از لحاظ نوشتن هم از لحاظ ازی که بروی خط قشنگ قرار گیره. نی خیلی کلان نیم خیلی کوچیک مینویسیم. این ای خط کتاب چه ما و شما نه کاف نیمه. درست شد. حالا اگر گافر خواسته باشیم بیایم بنویسیم، بازم گاف هم چنین گپای داره. اگر ما اومدیم ای حالت نوشته کردیم اشتباهه، اگر ای حالت نوشته کردیم اشتباهه، اگر ای حالت کج به هر حالتی که شد نوشته اشتباهه. قشنگ منظم تعادل دست خوده متوجه باشیم. اینه یک سرکش دیگه هم اضافه میکنیم. خواسته باشیم یک گاف دیگه هم ما شما بنویسیم اینه به زی حالت. درست شد. پس کوشش کنیم که ای حالت ننویسیم به زی حالت. خب میریم با همدیگر حرف اینه با همدیگر مینویسیم چند حرفه. ای اینه نیمی ما و شما. شما قراره که از حرف عین هر کدام دو صفحه بنویسیم. حرف بعدی ما و شما بازم عینه، حرف بعدی ما و شما عینه، حرف بعدی هم عینه، حرف بعدی هم عینه. میایم بین از اینا فاصله ایجاد میکنیم، میریم حرف بعدی خوده.
حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ حرف قین یک نکته اضافه میکنیم. حرف بعدی هم حرف قینه. حرف بعدی هم حرف قینه. بعدی هم قین می نویسیم. درست شد. ایره نکته میدیم. بین از اینا فاصله ایجاد میکنیم. بریم حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ حرف فی این ای حرف فی ما و شما. باز یک فاصله بین اینا می نویسیم. باز دوباره حرف فی. باز فاصله اضافه میکنیم. باز تکراراً حرف فر می نویسیم. باز یک فاصله ایجاد میکنیم. مرتبه ای بعدی فر می نویسیم. شما به نمی شکل که من نوشته کردم ادامه بدیم تا که صفحه شما تکمیل شه. حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ حرف قاف. درست شد. یک فاصله بین اینا اضافه میکنیم. حرف بعدی ما و شما هم حرف قاف. باز فاصله ایجاد میکنیم بین اینا. حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ حرف قافه. همین قسم می نویسیم تا که صفحه ما و شما تکمیل شه. درست شد. خب میریم با هم دیگر دیگه کدام حرف می نویسیم؟ حرف کاف و گافرم. کارخانگی از اینا رو هم با هم دیگر می نویسیم. این شاگرده عزیز خب متوجه باشیم که از بالا شروع می کنیم. اینه یه می سمت چپ ختم می کنه. سرکش می ده. حرف بعدی خورم همین شکل سرکش اضافه می کنیم. حرف بعدی هم همین شکل. حرف بعدی ما و شما همین شکل. درست شد. بین از اینا می این فاصله ایجاد می کنیم. بعد حرف بعدی ما و شما کدام حرفه؟ حرف گافه. اینه گاف. باز حرف بعدی ما و شما حرف گافه. حرف بعدی هم گافه. کدام گاف؟ گاف نیمه. اینه حرف بعدی ما و شما حرف گافه. می این فاصله ها خود را می نویسیم به زی شکل. درست شد شاگردای عزیز. ما و شما حرف عین نیمه، قین نیمه، فی نیمه، قاف نیمه، کاف نیمه، گاف نیمه با همدیگر نوشتیم و آمدیم. کارخونگی هم برای هر کدام دادیم. عین نیمه یک صفه حتما حتما از عین نیمه می نویسیم. یک صفه همین قسمی که من شما نوشته کردم از قین نیمه، یک صفه از فی نیمه، یک صفه قاف نیمه، یکی کاف نیمه و یک صفه هم گاف نیمه. شاگردای عزیزی که فرصت داریم، وقت داریم، میشه که شما بیشتر از یک صفحه تمرین داشته باشیم. دو صفحه بنویسیم از هر حرف اگر امکانی هست، میشه که سه صفحه بنویسیم، بیشتر بنویسیم که خوب قشنگ منظم حروف نیمه را یاد گیریم ان شاء الله. حتما یاد شما باشه، کارخانگی را فراموش نکنیم، کارخانگی خود را انجام بدیم که ان شاء الله حروف نیمه را قشنگ این حروف کامل یاد گیریم که باز به کلمه نویسی و جمله نویسی ان شاء الله خود شما مشکل مواجه نشیم. رسیدیم به پایان یکی دیگر از درس‌های سواد آموزی. تا درس بعدی، برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار شما.